بله، ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم مژگان نصیری. سلام عرض میکنم خانم نصیری، اگه صدای بنده رو میشنوید حالتون چطوره؟ سلام، من خوب هستم. سلام به شما میکنم عزیزان رادیو آرینا و همینطور شنوندگان عزیزتون. من هم سلام عرض میکنم سرکار خانم نصیری، امیدوار هستیم که خوب و سلامت باشید، عارضه‌ای نداشته باشید. خیلی متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط ما هستین تا به سوالات شنوندگان ما پاسخ بدید. اگر که پیامی دارین، صحبتی دارین، بفرمایید که ما بتونیم سوالات آغاز کنیم. نه، بسیار ممنونم. منم خوشحالم که در مهمان رادیو شما هستم امروز و همینطور خوشحالم که ما داریم راجع به بحث خیلی مرتبط به روز الان که تاب‌آوری و تحمل هست در شرایطی که سخت به نظر میاد یا به یک اعتبار سخت هست بتونیم صحبت کنیم. از این بابت خوشحالم. بسیار عالی. خب پس شروع کنیم سوالاتمونو خانم نصیری عزیز. در حال حاضر همونطور که شما اشاره کردین، شرایط اضطراری، شرایط خاصی هست. افراد اجتماعی، در افرادی که برونگرا هستن، منظورم این هست چطوری میتونن با توجه به شرایط کنونی که توصیه‌های اکید میشه در منزل بمونن، از خونه بیرون نرن، هیچ مناسبت اجتماعی رو شرکت نکنن، این افراد که خب ذاتاً ویژگی‌های برونگرا دارن، چطور میتونن خودشون با این شرایط فعلی تطبیق بدن و این شرایط رو تحمل بکنن؟ چه راهکاری پیشنهاد می‌فرمایید؟ سوال بسیار خوبی هستش و از یک نیاز خیلی طبیعی و سنگین انسانی صحبت می‌کنه. ما همه احتیاج به این ارتباطات و این دوستی‌ها و این رفت و آمدها داریم. اما بحث تاب‌آوری در واقع اگر بخوام یه تعریف کوتاه بدم، به ما میگه که ما چطور رفتار می‌کنیم در شرایط سخت و چطور راه حل می‌دیم در شرایط سخت و به هر کدوم از ماها نگاه متفاوتی داریم. اینکه بدونیم ما الان در مجموع برای این شرایط سخت، که شرایط سخت رو هم اینجوری تعریف میکنیم که ما یه چیزی رو از دست دادیم. مثلا در این سوال خیلی خوبی که شما مطرح کردید، ما ارتباط دوستانمون رو از دست دادیم، پس چرا تحمل میخواییم بکنیم؟ چون چیزی از دست دادیم. از دست دادن ارتباطات حتما ما رو اذیت میکنه، حتما ما رو ناراحت میکنه. باید درکی از این داشته باشیم که یه نیاز واقعی است، بپذیریمش به همون شکلی که هست. ولی چه کار براش میتونیم بکنیم؟ به نظر من تو دنیای امروز که این همه ارتباطات اینترنتی هست، این همه موقعیت‌های تلفن هست، خیلی میشه راحت جایگزین های دیگر رو انتخاب بکنیم. خیلی ما دستمون بازه و باید از این جهت حداقل سپاسگزار این تکنولوژی باشیم. با همه ساید افکت های بعدی که ممکنه داشته باشه، الان به ما کمک میکنه. و شاید من بیشتر اگر بخوام خلاصه بکنم در یک جمله برای این موضوع، بگم که تا جایی که میتونیم راه حل های جدید رو بهش فکر کنیم، چون دیگه راه حل های قدیمی ما کار نمیکنه و ما نمیتونیم مثل یک کودک اصرار بورزیم که به همون شکل قبلی، مثل یک کودکی که میگه بستنی میخوام همین الان میخوام نیست. ما باید بالغانه فکر کنیم که چه جایگزین هایی میتونیم داشته باشیم. به میزانی هم که خلاقیت داشته باشیم تو این راهکارهای جدید موفق تریم. همینطور هم میتونیم الان روی اینترنت، خیلی وقت افراد دیگه یه کارایی میکنن، من خودم دارم ازشون یاد میگیرم که چطور این جایگزین ها رو برای خودم به وجود بیارم. شاید هم بد نباشه که فرصتی باشه که ما به ارتباطات درونیمون با خودمون و با افراد خانواده اینو مستحکمش کنیم، اینو قدرتش رو بیشتر بکنیم و جایگزین بکنیم. و راه حل های زیادی که نمیدونم در فرصت برنامه امروز شما باشه یا نه، ولی بسیار سوال خوب و اساسی هستش این سوال. خیلی ممنون از توضیحاتتون. خیلی متشکر خانم نصیری. من یه سوال دیگه از حضورتون بپرسم. با توجه به این که یه جورایی برنامه زندگی آدم به هم خورده، نظم زندگی آدم به هم خورده، صبح بلند میشیم همون کاری رو میکنیم که دیروز کردیم، همون کاری رو قرار بکنیم که فردا قرار انجام بدیم و به هر حال عملا شده از خواب بلند شدن، غذا خوردن، نهایتا یه فیلم دیدن و بعد خوابیدن، چطوری به نظر شما ما میتونیم این برنامه روزانه‌مون رو مدیریت بکنیم که هم از زمان استفاده بیشتری بکنیم، هم بتونیم در واقع به بیهودگی و عبث بودن این قضیه یه جورای خاتمه بدیم؟ درسته. بله، نظم دادن به زمان خیلی میتونه برای ما حتی در مدیریت استرس کمکمون بکنه. از حرف شما من اینطور میفهمم که انگار شما یه راه حلی برای روزمرگی نکردن میخواید. دقیقا. یه وقت هستش که ما زندگانی میکنیم، یه دفعه زندمانی میکنیم، فقط زنده هستیم و با روزمرگی و تکرار میگذره و تکرارم برای ما ملال میاره، برای ما خستگی میاره، برای ما کلافگی میاره.
اینجا باز میخوام به نقش خلاقیت و روش‌های جدیدی که میتونی به کار بگیری برای پر کردن وقت خودمون و اینکه این رو تهدید نبینیم، فرصتی است برای ما برای اینکه به شکل دیگه زندگیمون رو اداره کنیم. و به نظر من خلاقیت خودش نو شدنه، خودش تازه شدنه، خودش راه حل جدید آوردنه و نشون داده که مغز در خلاقیت و نو شدن اکسایتمنت رو تجربه میکنه، فرصتی است برای این کار. ولی در مجموع به نظر من فردی که خودش یک مقدار از نظم برخوردار بوده همیشه، این نظم رو همچنان به عنوان پارتی از شخصیت پایدار خودش میتونه باز هم بیاره. و اونهاییمون که اگر بی‌نظم بودیم الان باید بپذیریم که به هر حال ممکنه با بی‌نظمی بیشتری مواجه بشیم، خصوصا که محیط و دایره فعالیت‌ها و سرگرمی‌هامون هم خیلی کم شده. میتونیم پلن کنیم، برنامه بریزیم، بر اساس اون برنامه‌ها پیش بریم. و به نظر من اگر یک جلسه یادگیری رو در به روزمون اضافه بکنیم از روزمرگی در میاد، چرا که یادگیری یعنی نو شدن، یعنی تازه شدن، یعنی چیزی یاد گرفتن و روزمرگی یعنی تکرار. در نو شدن تکرار وجود نداره و به ما حال و احساس خوبی میده. بسیار عالی سرکار خانم نصیری عزیز. علاوه بر مشکلاتی که خب بسیار از افراد الان دارن، یعنی همین روزمرگی، تکرار روزها، نداشتن خلاقیت، یعنی به کار نبستن خلاقیتشون، علاوه بر این مشکلات خیلی از افراد درآمد متوسط و حتی پایین از متوسط داشتن در این شرایط که حالا اون درآمد رو به نوعی از دست دادن یا خیلی کاهش پیدا کرده درآمدشون و یک به نوعی بلا تکلیف هستن، دچار یأس شدن. چطور میشه کنار اومد با احساس یأس، بلا تکلیفی، ترس از آینده، ترس از کنار اومدن با مشکلات و موانع مالی و همچنین استرس؟ بله استرسی که وارد میکنه کاملا درست میفهمید. یکی از واقعیت‌های خیلی تلخی که الان باش مواجه هستیم که نمیتونیم هم نادیده بگیریمش همین هست که افراد در این از دست دادن ها نه فقط ارتباطات اجتماعی رو از دست دادن، نه فقط نحوه گذروندن تایمشون رو از دست دادن، بلکه یک مدلی از ناامنی و بلا تکلیفی رو در وضعیت مالیشون، در وضعیتی که در آینده چه خواهد شد، آیا این ادامه پیدا میکنه، آیا زندگیشون رو میتونن اداره بکنن و نکنن، که به هیچ وجه هم نمیشه ازش گذشت و نمیتونیم بگیم اگر ما این حداقل امنیت رو نداشته باشیم میتونیم آرام زندگی بکنیم. ولی با توجه به اینکه یک فرد تاب‌آور، یک فردی که مهارت تحمل زندگی رو در خودش یه مقدار میپرورونه، مجبوره که گاهی اوقات وقتی نمیتونه چیزی رو تغییر بده اون رو بپذیره و سعی کنه که خودش رو در واقع اوور‌ریاکت نکنه تا جایی که ممکنه. اینجا شاید بعضی جنبه‌های معنوی خودمون رو به کار بگیریم که دل بزرگ کنیم و یه جور با یک ایمانی به آینده، با یک نگاه و نگرش نو، من خیلی معتقدم اینجا به ما کمک میکنه که ما طور دیگه ای موضوعات رو ببینیم. مثلا این نگرش که هیچ چیزی تو زندگی پایدار نیست و نمیمونه، درآمد ما هم جز همین هست، وضعیت زندگی ما هم همینجور ناپایداره و از دست میره. در معمولا وقتی این واقعیت رو در هستی میپذیریم یه مقدار به ما آرامش خاطر میده، یادمون نره که مثبت اندیش باشیم و بدونیم در جامعه کانادا کمک‌های جانبی داره میشه، انسان دوستان است، بدونیم که در این مملکت نمیذارن ما از یه حدی بیش از حد فقیر بشیم. ممکنه سختمون باشه، حتما برامون از دست دادنش ناراحت کننده است، ولی مرگ نیست، ولی آخر زندگی نیست. من امروز وقتی میشنیدم که دارن $2,000 در واقع گرانت رو دارن میدن و دارن ثبت نام میکنن، خب در کجای عالم میتونستیم چنین روز و چنین حرکت های انسانی و اخلاقی رو ببینیم؟ به نظر من میاد که روی این مثبت ها اندیشه کردن، تقلا نکردن، اعتراض نکردن بیجا وقتی که نمیتونیم کار دیگه ای انجام بدیم و امیدوارانه با عشق و ایمان منتظر قدم های بعدی شدن بشیم عالیه. فقط اینجا میمونه که لحظه حالمون رو انشالله بتونیم در با وجود نگرانی ها و با وجود سختی ها مدیریتش بکنیم و زندگانی رو از دست ندیم و سعی بکنیم که زندگی بکنیم، هرچند هم که ممکنه سخت باشه. و به نظر من اینجا این حرف و جمله شاملو بسیار میچسبه که انسان بودن دشواری وظیفه است. بله خیلی متشکرم توضیحتون خانم نصیری. به هر حال با توجه به شرایطی که الان ایجاد شده، خیلی از آدم‌هایی که خیلی از دوستانی که به هر حال به نوعی مولد یک کاری بودن و الان مجبورن در خونه بشینن،
حس پوچی و ناامیدی رو در خودشون دارن. اولا اگر راهکاری دارید سوای مواردی که فرمودید که این دوستان بتونن به یک نوعی مولد باشن و دوباره به یک کار حالا در خانه میشه گفت روی بیارن، خیلی خوشحال میشیم راجع به اون بدونیم. و در نهایت اینکه شما بفرمایید که به عنوان یه لایف کوچ در کانون خودتون چه فعالیت هایی میتونین دوستان میتونن با شما هماهنگ بکنن انجام بدن و خدمتشون در واقع خدماتی رو ارائه بدید که بتونن از این فاز یه مقدار فاصله بگیرن و روزهای بهتر رو و اون مثبت اندیشی که فرمودید رو به یک نوعی جلوی چشمشون ببینن. بسیار خوب، من خیلی خوشحالم از این سوالهای خیلی خوبی که شما دارید میپرسید و بسیار به موقع و بجاست در این شرایطی که ما داریم. صحبت از مولد و مفید بودن خیلی مهمه، چون ما با اون حس بودن میکنیم، حس احساس خوب میکنیم. همونجور که با روزمرگی و ملال نمیتونیم بسازیم، با مولد و مؤثر بودن میتونیم احساس خوبی داشته باشیم. شما الان با برنامه‌های خوب رادیویتون احساس مولد و مفید بودن رو میکنید، تاثیرگذار هستید و مطمئنم احساس و حال خوبی رو دارید تجربه میکنید. این خیلی مهمه. اگر شما روزی نتونید این برنامه رو داشته باشید، فکر کنید که حالا مولد و مفید نیستید. این واقعیتی میتونه باشه، ولی در عین حال بعضی مواقع باعث میشه ما تعریف مولد و مفید بودن رو عوض کنیم یا اون رو در یک وظیفه دیگه‌ای برای خودمون جا بدیم. مثلا من فکر میکنم در این شرایط شاید اگر که جوک و شوخی و خنده تو خونه داشته باشیم و فضای بقیه رو گرم کنیم، خودش یه جور مولد و مؤثر بودنه. ما اگر به دیگرانی که ممکنه همسایه ما کسایی باشن که ترس و نگرانی های زیادی دارن، اگر به اونها بپردازیم، به دغدغه های اونها توجه کنیم، بخوایم کمک کنیم، از خودمون بیرون بیایم، میتونیم احساس کنیم که داریم تأثیر میذاریم، مفید هستیم برای شرایط الان. برای من خیلی مهمه، تاکید من در همه این گفتگو این هست که ما here and now برای الانمون راه حل های جدیدی که قبلا کار نمی کرده و از کار افتاده و ما از دستش دادیم رو خلاقانه بیافرینیم، از جمله مولد بودن رو. از زمینه هایی که برای مولد بودن میتونم بگم اینه که ما این فضا خیلی باز هستش الان. اولین چیزی که شاید خود من هنوز بعد از سالها با اولین روزهای قرنطینه شروع کردم، بازم خودشناسی بود که من حال و احساسهایی که دارم تجربه میکنم رو چرا دارم تجربه میکنم، چرا این حال رو تجربه میکنم و اون حال دیگر رو تجربه نمیکنم، چرا استرس دارم، چرا آرامش دارم، چرا شادم. چرایی احساسات خودمون رو شناختن در این شرایط به ما کمک میکنه که رشد کنیم. این خودش یه کار مفیده به نظر من، که ما فرصتی پیدا کردیم که به احساساتمون بپردازیم و به درست کردن اونها و خودمون رو بشناسیم و از طریق خودمون بتونیم خودمون رو درک کنیم، دیگران رو بهتر درک کنیم. من کلاس‌های خودشناسی و کتابخانی در این راستا توی کانون نگرانشون رو دارم، به صورت رایگانم الان داریم این کلاس‌ها رو ارائه میدم و کلاس‌های دیگه که میتونه کمک بکنه. این از برنامه فعالیت‌های کانون که اگر بخوام راجع بهش صحبت بکنم، ولی در شرایط فعلی به نظر من بسیاری کارهای مفید هست که خوشبختانه به مدد اینترنت امکان پذیر شده. ما با کتاب خوندن، با گوش دادن به موسیقی، با گوش دادن به موزیک‌های شاد و خوب، با دیدن فیلم‌های خیلی خوبی که وجود دارن، با سرگرمی‌هایی که میتونیم ایجاد کنیم برای خودمون و بچه‌هامون، واقعاً و بازم میگم این خودشناسیه که همیشه با ما هست. چون اگر دوباره برگردم به ابتدای بحثمون که تاب‌آوری چیست، یعنی من چطور با سختی ها و از دست دادن ها روبرو میشم، مواجه میشم و چجور راه حل یابی میکنم، دوباره میتونم اینجا برگردم. چه چیز میتونه هدفی موثرتر از این باشه که من خودم رو بشناسم تا شاید بتونم توانمندی تحمل از دست دادن هایی که جزء ذات زندگی است و نمیشه جلوشو بگیریم. امروز کرونا، فردا یک چیز دیگه. ما دائم به عنوان یک انسان در جهان داریم از دست میدیم، جوانیمون از دست میدیم، شادابیمون، پوستمون، قدرت عضلمون رو از دست میدیم. خدای نکرده ممکنه عزیزانمون رو از دست بدیم، شرایط مالی خوب و استیبلی که داشتیم رو ممکنه از دست بدیم. تمام زندگی از دست دادنه و برای من مهارت تاب‌آوری به دلیل اینکه یک توانمندی درونی است که به ما کمک میکنه که نه تنها از این موضوع که بلکه از همه موضوعات دیگه بتونیم با یک بینش
و با یک نگرش و با یک دانش جدید و نوع نگاه جدید. برای همین مثلا کانون رو اسمش رو کانون نگرش نو گذاشتم، چون به نظر من نگرش ما به موضوعات اگر عوض بشه موضوعات عوض میشن. و اینکه ما بپذیریم که ما نمیتونیم بعضی وقت وقایع بیرونی رو کنترل کنیم، خارج از دست ماست، و به عنوان یک انسان شاید پرکاهی باشیم در مسافه طوفان که گاهی اوقات باید فروتنانه به این عجز تسلیم بشیم، اما تسلیم نشیم که به عنوان یک انسان قادریم که خودمون رو هم اداره کنیم و هم از اکنونمون، الانمون و این زندگیمون یک لحظه خوبی بیاریم بیرون. همه یک انتخابه و همه انتخاب یک انسانه و اون انسان من و شما هستیم. بسیار عالی. خانم نصیری، میونه فرمایشاتتون صحبت کردید از کلاس رایگانی که در مجموعه نگرش نو دارید. یه توضیح کوچولویی میفرمایید که دوستانی که شنونده هستن بدونن که چجوری از این خدماتی که کانون نگرش نو به نوبه خودش در این شرایط به صورت رایگان در اختیار عموم داره قرار میده، چطوری میتونن ارتباط برقرار بکنن؟ من شنیدم از طریق اسکایپ مثل این که برنامه هایی دارید، اگر یه توضیح هم راجع به این بدید ما خیلی متشکر میشیم. خواهش میکنم. برنامه های کانون الان در حال حاضر از طریق اسکایپ و زوم هست. لینک برنامه های اسکایپی و زومش رو روی کانال کانون نگرش نو که توی تلگرام هستیم، توی اینستاگرام هستیم، توی فیسبوک هستیم، اما کانال تلگرامی ما خیلی آپدیت هستش. اونجا من اطلاع رسانی میکنم معمولا و لینک رو میذاریم به صورت اسکایپ و زوم و دوستان میتونن وارد بشن و در کلاس ها شرکت بکنن. کلاس کتابخوانی و خودشناسی رو خود من اداره میکنم و مجموعا همیشه من در دو جمله خلاصش میکنم، ولی اونجا توضیح که میدیم و کنارش میدیم از چرا این حال و احساس رو دارم، چرا این رفتار رو دارم انجام میدم. دو سوال کلیدی است برای اینکه ما بدونیم کی هستیم، چرا این مدلی عمل میکنیم، چرا این مدلی احساس میکنیم و چه افکاری در ما میگذره. ولی دسترسی به اینها از طریق کانال تلگرامی کانون نگرش. بله، آدرسش هم میفرمایید برای دوستانی که شنونده هستن؟ کانون نگرش نو، فارس انگلیش هست، کانون نگرش نو به هم چسبیده. بله، کانون نگرش نو. بله بله، بسیار عالی. تلفن کانون هم بله بله بله، خواهش میکنم حتما. با تلفن 416-879-7357 تلفن خود من هست و تلفن کانون هست، میتونن تماس بگیرن و من اونجا جزئیات رو میگم که مزاحمت برنامه شما هم نباشه. بسیار بسیار هم خوشحال میشم که همه دوستانی که دوست دارن بیان، من از این اگر بتونم این خدمت رایگان رو داشته باشم برای دوستان در این دوره، باورم کنید که بیشترین ساتیسفکشن رو خودم پیدا خواهم کرد و همون حس مولد و موثر بودن رو اینجوری برای خودم جابجا کردم و بسیار از این بابت دارم این روزها لذت میبرم. بسیار عالی سرکار خانم نصیری، آفرین بر شما، خیلی هم خوشحال هستیم، خیلی هم باعث افتخار ما بود که شما تشریف آوردین، قبول زحمت کردیم. من شخصا خودم خیلی استفاده کردم، خیلی لذت بردم از شنیدن جملات و صحبت های شما. امیدوار هستیم دوستان هم استفاده کرده باشن. حتما در برنامه های آینده باز هم مزاحم شما خواهیم شد و خیلی ممنون و سپاس از این که خب به این صورت به صورت اسکایپ برنامه ها و فعالیتتون رو در اختیار شهروندان قرار دادید. امیدوار هستیم دوستان هم حتما بهره ببرند، استفاده بکنن و ما هم به عنوان رسانه انجام وظیفه داده باشیم، اطلاع رسانی کرده باشیم. اگر که صحبت پایانی هست بفرمایید که ما بیشتر از این مزاحم وقت شما نباشیم. خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم که با نیروی جوانی خودتون و دانش خودتون و امکانات خودتون دارید رادیوتون و همچنین تلویزیونتون رو اداره میکنید و خدمات خوبی رو میرسونید. من بهتون تبریک میگم و از جا میبوسمتون بابت کاری که دارید انجام میدید. و سخن پایانی من برای گروه این هستش که در این دوره خیلی مهمه ما کمی هم با خودمون مهربون باشیم. موقعیت ناشناخته استراب آوره، استرس هاست، مال همه است، همه اینطوری هست. خودمون رو بلیم نکنیم، فکر نکنیم ما ضعیفیم، نمیتونیم، همه اینطوری هستیم. بپذیریم که این واقعیت استراب داست و ازش به عنوان تهدید استفاده نکنیم، تهدید رو فرصتی کنیم، فرصت برای خودشناسی، برای خلاقیت، برای مهربانی، برای عشق، برای خدمت و درک کردن هم خودمون و هم دیگران که انشاءالله در سایه همین مسئله مفید باشیم و مؤثر و حال خوش رو داشته باشیم.
و زندگی کنیم، نه اینکه فقط نفس بکشیم. خیلی ممنون، مرسی از آرزوهای بسیار زیبا و انشالله همینطور هم خواهد شد. خیلی ممنون هستیم از اینکه قبول زحمت کردین. ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم تا برنامه های آینده که حتما مزاحمتون خواهیم شد. شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. مرسی از تماس. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خانم مژگان نصیری، مدیر و مؤسس کانون نگرش نو، لایف کوچ و مربی مهارت‌های زندگی، در خدمتشون بودیم روی خط برنامه عصر خوب به صورت زنده از تنها رادیوی فارسی تورنتو منطقه یورک ریجن FM 105.9 HD3. امیدوارم که از مباحثی که مطرح شد لذت کافی رو برده باشید.